رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر، روزتون بخیر. سلام، بفرمایید. آقای دکتر، اولا که من فقط قبل از هر چیزی تشکر کنم و بگم واقعا شما که نابغه زمانی میکردید در علم جامعه شناسی و روان شناسی، یعنی واقعا این واقعیته، واقعا نابغه. خب هم چیزهای دیگه هم میخواید بفرمایید، کم نیاری دیگه. به هر حال بقیه شو بسافه. اینو باید انقدر تو ذهن من مونده بود، باید اینو باید حتما بگم خدمتتون. این تازه کمه، ولی خب دیگه لغت دیگه نیست برای وصف این جریان. خوشحال شدم شما خلاص شدید از اینکه در ذهنتون این همه بی خودی مونده. بله بله آقای دکتر، من از کالیفرنیا خدمتتون زنگ میزنم و اینکه 47 سالمه و 26 سال ازدواج کردم و بعد البته ازدواجی که خب اوایلش که ازدواج نرمال بوده، ولی خب از 9 سال پیش که اومدم امریکا دیگه واقعا نمیشه بگیم خیلی معنای ازدواج داره از نظر خودم البته، ولی به هر صورت الان کار همسرم درست شده به گونه ای که خب به هر صورت من فکر میکنم این از لحاظ تعهدی حقشه که من یه پسر دارم، پسرش اینجاست و باید بیاد، ولی الان خیلی موندم تو این جریان که داره این قضیه به واقعیت نزدیک میشه، واقعا نمیدونم باید چیکار کنم. آیا وقتی میاد من باید باهاش زندگی کنم یا اصلا نمیدونم، واقعا این تنها موضوعیه که الان خیلی گیج شدم تو این زندگی. به من بفرمایید همسرتون چند سالشونه؟ 53 سال. شما مگر وقتی که آمدید یا قبل از آمدن مگر جدا شدید؟ نه آقای دکتر، من تقریبا از یک سال در واقع ابتدا میتونم بگم ازدواجی بود که اگر یه مقدار طرز فکر اون زمان 24 سالگیم رو یه ذره دیرتر داشتم مسلما این انتخاب رو نمی کردم، یعنی میتونم بگم تمام مقصر رو خودم میدونم، نه اینکه بگم طرف مقابلم، چون نه اشتباهی از طرف ایشون بوده، این میتونم بگم فقط شبیه هم نیستی، خیلی بیش از حد شبیه هم نیستی. نه سب کنید. بذار اول بذارید مطلب رو روشن کنیم. آیا شما طلاق گرفتید یا نگرفتید؟ نه آقای دکتر، من با پسرم خب سال 2011 اومدیم به این عنوان که خب به همین عنوان که من طبق معمول چون بچه دارم حالا میخوام زندگی رو ادامه بدم اومدم، که واقعا همسرم در اون موقع چون کار شغل دولتی داشت خب فکر کردم که حداقل ایشون بازنشسته بشن و بیان به همون رویه ایران، خب اینجا هم ادامه بدیم در واقع به همون سبک و سیاق این ادامه پیدا کنه این زندگی. منتها خب ایشون کارش هم درست شد بعد از یک سال و ایشون اومد، ولی قرار بود خب بیانو برن و دیگه با یه کارای اشتباهی که اینجا کردم و نخواستن یعنی بمونن تا اون زمانی که باید میموندن، در نتیجه اون کیس از بین رفت و خب من و پسرم اینجا موندیم و در این سالها هم من چند بار به ایران رفت آمد داشتم، خب ایشونو دیدم روال نرمال، ولی خب دیگه الان یکی دو ساله اخیر انگار از طرف ایشون هم بیشتر دیگه اون حتی تماس های ظاهری و اون تلفن های به قول معروف سوری هم دیگه زیاد نیست بینمون، بدون اینکه هیچ چیز جدیدی اتفاق افتاده باشه، بدون اینکه هیچ بحث جدیدی پیش اومده باشه، ولی الان کار ایشون دیگه در یعنی آخرین مرحله است که من منتظر اپوینتمنت هم برای ابوظبی که ایشون برو به قول معروف پکیج گرین کارتشون رو بگیرن. چون شما همه چیز رو میدونید من نمیدونم. اولا پسرتون پسرتون گفتید چند سالشه؟ 21 سالش. به من بفرمایید چه مدتی است که الان شما همدیگر رو اصلا ندیدید؟ من از سال 2000 در واقع از 2 سال پیش، ولی 2 سال پیش هم من یه 2 هفته ایران بودم به خاطر اینکه مادرم یه عمل جراحی سنگین داشت، ولی خب ایشونو من یک بار در حد یه چند ساعت، چون اصلا ایشونم اون موقع یعنی خب جوری بود که من بیشتر منزل مادرم بودم یعنی، ولی خب تماس داشتیم حرف عادی، یعنی انگار که مثل 2 نفری که مثل 2 تا دوست، ولی همین فقط. 2 سال پیش من ایران بودم. خب شما 2 سال قبل که به ایران رفتید از نظر خانواده ایشون و خانواده شما ور 2 نفر زنی است برگشته از امریکا به هر دلیلی به ایران، چرا با هم نبودید و بعد بقیه این رو چگونه تلقی میکردن؟ بله آها آقای دکتر، راستش برای اینکه تا قبل از اون تا مثلا شاید 2015 که من یه بار دیگه ایران رفتم ما منزل خودمون رو داشتیم و خب مسلما من تو منزل خودم بودم و خب حالا این بر اون بر این، ولی اونم تقریبا بیشتر باز من سعی می‌کردم که مثلا از عصر می‌رفتم بیشتر منزل پدر مادرم
ولی بعد از اون ببینید خیلی جالبه، منزل همه بریم رفت آمد بوده، البته بیشتر با خانواده ایشون، چون اصلا ایشون به دلایلی با خانواده من ارتباط نمیخوان داشته باشن، حالا یه مسائلی بین خودشون بوده، نه اینکه به من رفت داشته باشه. بعد به هر صورت خیلی مسئله ما جالبه، چون من همیشه فکر میکردم اشکال نداره همینجوری هست دیگه، و برای ایشون هم که اصلا مهم نیست، یعنی خب همینجوری هست. الان انگار من یه جوری تغییر کردم و دیگه نمیخوام به این سبک باری و هر جهت زندگی بدم. باز شما هی دارید میرید اینجا، صبر کنید عزیزم، این که سه دفعه من تا حالا ازتون شنیدم. نه، پرسش من از شما این است که جواب منو بدید، بقیه فامیل چه فکر میکنن؟ فکر میکنن شما مثل یه زن و شوهر هستید، فقط دو کشور مختلف کم و بیش زندگی میکنید، یا خبر دارن که بین شما اتفاقاتی افتاده، یا نوع ارتباط عادی زن و شوهری نیست؟ ببینید، خانواده خودم مسلما خب از طرف من میدونن، از طرف خانواده همسرم هم اتفاقا من با چند نفرشون خیلی صمیمی هستم، مثل خانومای برادرای ایشون میدونن، ولی باز از به قول شما از دید کل نه، خب فکر میکنم ما زن و شوهری هستیم که حالا اومدیم، من اومدم امریکا، ایشون تا بازنشسته بشه بیاد. بله، ما زن و شوهر هستیم و خب دو تا کشور مختلف، و تا ایشون هم مثلا کارش درست شه و مثلا بیاد امریکا. اوکی. هزینه زندگی شما رو توی 9 سال کی پرداخته؟ ایشون از لحاظ مالی همیشه هرچی که بوده از طرف ایشون بوده، منم کمابیش، من خب من دانشگاه ایران درس خوندم، اینجا کار آنچنانی نکردم، چون پسرم از 11 سالگی آوردم، بیشتر حواسم میخواستم به این بچه باشه که قراره تینیجر باشه، و بعد پسرم آریان از 16 سالگی شروع کرد به کار و همزمان خب درس و اینا، ولی خودم نه، این که بگم خیلی درآمده آنچنانی کمابیش، چون حسابدار هستم، کم و بیش کار کردم، ولی همیشه پول از ایران برای ما اومد. به من بفرمایید پسرتون درباره این رابطه چی میدونه؟ آهان، پسر من همینم هم برای من الان مسئله است. با اینکه من سعی کردم یکم واضح‌تر براش آگاهش کنم که ارتباط من الان مثل گذشته نیست. یعنی حتی میپرسه مامان از بابا چه خبر؟ من میگم من زیاد خبری ندارم، یا در حد یه تکست، یعنی که یه جوری میخوام اینو براش جا بندازم. ولی من حس میکنم که خب به این امیده که پدرش میاد و خب ما کنار هم هستیم، ولی این که مسلما میدونه که ما ارتباط درستی نداریم، چون بچه بسیار باهوش و خب دقیقه مثل همه بچه های این سن، و این که ولی از اونجایی که ما هیچ وقت دعوا با هم نداریم، هیچ وقت بحثی با هم نداشتیم، چه جلوی اون چه در گذشته، در نتیجه خب براش اینه، ولی خب میدونه که ما با هم ارتباطی نداریم. ولی من همیشه اینجا در کنار پسرم بودم و هیچ وقت نه با کسی دیگه رابطه‌ای داشتم، هیچی، همیشه در کنار پسرم بودم، اولویت اول زندگی من پسرم بوده. حالا در حدی که شما میدونید همسرتون در ایران با کسی بوده؟ یک بار این اتفاق در سن 6 سالگی پسرم آقای دکتر افتاد، زمانی که خودم ایران بودم و پسر من این موضوع رو اشاره کرد، و تو اون موقعی بود که چون من یک بار دانشگاه رفتم مهندسی برق الکترونیک از دانشگاه فنی شریف گرفتم و مجددا حسابداری دانشگاه تهران خوندم، و اون موقعی که حسابداری دانشگاه تهران میخوندم که بچه داشتم، اون موقع پسر من این قضیه رو مطرح کرد و ظاهرا شوهرم با یکی از همکارای بانکشون این مسئله بوده، و وقتی که پسر من اینو مطرح کرد ظاهرا صحبت تلفنی ایشون رو شنیده، و اینکه ایشون هم هیچ نظری نداد و حتی حرفی راجبش نزد، تا دو هفته من هی به ایشون فرصت دادم، دیدم نه خب نمیخواد راجب این موضوع صحبت کنه، چون من دلم هم نمیخواست اون لحظه حالا جلوی پسر. بعد از دو هفته ایشون گفتن بله یه ارتباطی بوده، گفتم خب میشه به من بگی که، چون من خیلی آدم یعنی راستیم و خیلی هم روکم، بین من و تو مشکل از منه، من بدونم که چون. بعد گفت نه نه تو هیچ مشکلی نداری، صادقانه بهت بگم اول ارتباط ما تموم شده، من یه فیلمی رو رفتم سینما دیدم، از سوژه اون فیلم احساس کردم کارم درست نیست و من یک موی سر تو رو نمیدونم، به صد تا از اینجور خانمانه میدم. نه بس من نرید، شما نمیدونم برق خوندید ولی چرا اینقدر مثل برق حرف نمیزنید؟ سال من در برای این نه سال اخیر که شما اینجا بودید کسی در زندگی همسرتون بوده یا نه؟ آقای دکتر، ممکنه بوده ممکنه نبوده، من واقعیت اینه که نمیدونم، و چون اینجا بودم و چون دیگه یک بار برای من اون اتفاق افتاد، اون موقع برای من مهم بود، ولی الان راستش چون برای من شاید دیگه مهم نبوده، به این دلیل من اصلا خب نمیتونم بگم اینو حس کردم، ولی میتونم بگم میتونه باشه، حدس خودمه در واقع،
ولی شاید هم نه، چون ایشون با شخصیتی که دارم بیشتر آدم منزویه و اینکه خیلی دنبال اصلا خانواده نیست. یعنی شاید این ازدواج رو کرده که بچه‌ای فقط داشته باشه، چون من از بک‌گراندش هم میدونم و از چیزایی که از بچگیش خب میدونم راجبش، راجب شخصیتش و اینکه خب یه ذره بیمار روحیه مثلا یه مقدار. ایشون چه نیتی برای آمدن به امریکا داره؟ چرا پاشو بیاد امریکا تو این سن و سال در حالی که با خب شما رابطه ای نداره، پسرش هم 21 سالش؟ خب آقای دکتر، پسرش براش خیلی مهمه از نظر مهم، البته بیشتر همیشه اینجا مسئولیت مالی بوده، این مسئله اول مهمه، چون به نظر من اگه مهمه جور دیگه بود که یه پدر از پسر انقدر دور نمیشه. ولی من خب دائما با هم ارتباط دارن، ولی من فکر می‌کنم فقط صرف پسرش و اینکه فکر کنه خب حالا که اونجا بازنشسته شده، اونجا دیگه کار نمی‌کنه، پس اونجا هم هیچ ارتباطی، هیچ چیزی، فامیلی، همش آدم تنها با مادرش زندگی میکنه، خب پس حالا بیاد اگه قراره اونجا تو خونه بمونه اینجا بیاد زندگی کنه به همین سبب. آخه چون شخصیت منم میشناسه که میدونه منم آدم دعوا بکن و اینا نیستم، اونجا خب نمیدونه که من الان یه مقدار تغییر کردم. اینا رو برای که ما صحبتی با هم نداشتیم. من الان گیج شدم. واقعا نمیدونم. آخه اصلا شما اگر گیج شدید، من خیلی از شما گیجتم، بلکه اصلا نمیفهمم. ایشون در ایرانند، منزوی و جدا و تنها، میخوان بیان اینجا منزوی و جدا و تنها تر بشن. این نیت و هدفشون اینه که آدم در سن 50 و چند سالگی ایران رو رها کنه بیاد امریکا، اونجا تنها بوده، اینجا تنها تر بشه. این چه تصمیمی و اقدامی؟ حالا اون بذاریم به کنار. خیلی خوب، خیلی مسئله روشنه. شما اینگونه که شما میفرمایید که من اصلا نمیفهمم، خب میان اینجا، شما اینجا که اومدن با هم صحبت میکنید، ببینید میخواید چیکار کنید. دلیل نداره که شما از حالا تصمیم بگیرید برای چیزی که این همه مدت حداقل تو این 9 سال اخیرم تصمیم نگرفتید، به هم حرفی نزدید. اینگونه که من فهمیدم شاید زدید. اگر آمدن اینجا، نه واقعا نزدید آقای دکتر، واقعا نزدید. اگر ایشون آمدن اینجا و تصمیم به جدایی داشتن که شما هم به نظر میسه میخواد جدا باشید، پس بنابراین ایشون جدا میشید. اگر ایشون آمدن دو با جدایی مخالفت کردن، حالا که امریکا هستید احتمالاً مهم اینه که شما در چه حدی میخواید از قوانین امریکا برای این موضوع استفاده کنید و بعد پسرتون رو چگونه تلقی میکنه و زندگی اقتصادی شما بدون کمک ایشون چگونه میگذره. برای که وقتی که ایشون در ایران هستن، شما اینجا دلیلی برای گرفتن هیچ پولی چه برای خودتون و بعدم فرزندتون هم که 18 ساله نداره، یعنی ایشون کاملا میتونه از نظر اقتصادی شما رو در تنگنا قرار بدن اگر بخوان، اگر مخالف باشن با این جدایی. اگر میخوان باز هم به همون صورت ظاهری یا صوری که البته نمیفهمم واقعا چنین است یا نیست، تو این زندگی بمانند، این انتخاب شماست که میخواد چیکار کنید. ببینید شما قرار نیست از حالا تصمیم بگیرید که من میخوام چیکار کنم، بذارید بیان ایشون، شاید ای بس آنچه که شما میخواید و ایشون خیلی بیشتر بخواد. البته آقای دکتر، اینکه شما میگین خیلی براتون عجیبه و به فرم صوری، چون بسیار در عجیبه. واقع مثلا من دارم. خب شما برای چی هستن پشتید آمدید اینجا؟ خب 11 ساله رو 11 ساله رو برداشتید اومدید اینجا، همسرتون با این کار برای چی موافقت کردن؟ یه خانواده است که زن و شوهر و بچه هستن، تو پاشو بر امریکا بی دلیل؟ من از اینجا خرجتون میستم شما اونجا باشید؟ اصلا همین برای من، یعنی همین من میخوام خدمتتون بگم که در واقع ما اصلا از همون دو سال اول زندگیمون در ایران هم به این سبک بود که همیشه من مثلا مسافرتی اگر بوده با خانواده ایشون، من اکثر موقع ها نمی آمده یا معمولا رفت، یعنی به این حال من کاری به اون بوده. عزیز من بنابراین شما پس بپذیرید عجیب و غریبه. دو تا آدم ازدواج کردن. خب 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 بس تموم شد. بنا بشو منم عرضم همینه. بنابراین شما الان بهترین کارتون که صبر کنید، ایشون بیاین تصمیم بگیرید ببینید چه کار کنید. شاید دو تاتون در یه زمینه با توافقی به یه نتیجه برسید که چه خوب، نشد برمیگرده به اینکه هر کسی میخواد از حقوقش و امکاناتش چه استفاده ای کنه برای اونجا که مورد نظرشه. حالا آقای دکتر، فقط با توجه به اینکه ایشون صبر کنید. بنابراین حرف دیگری داری، امیدوارم دور همین نچرخیم، چون اصلا این معنایی نداره عزیز. یعنی بی خودی مسئله درست نکنید. یه زن و شوهری هستید غیر عادی، الان میخواید بیاد اینجا، شما جهت و هدف ذهنتون مشخصه، ایشون هم اگه همراه بودن همون کارو میکنید، نبودن گفتم از دو تا چیز استفاده میکنید، حقتون و امکاناتتون. ولی خواستم یه هشدار بهتون بدم، اگر ایشون با جدا مخالف باشن
و شما در اینجا از قوانینی که حاکم است در امریکا استفاده کنید و طلاق بگیرید، میتونید بدونید که از این بعد باید ای بسا خرج زندگی خودتون و اگر فرزندتون هم کنار شما باشه رو بگیرید بدهید و بپردازید. ایشون دیگه کمکی نخواهند کرد. البته ایشون از نظر خوب مالی برای پسرشون که مطمئناً فرقی برای نمی‌کنه. نه، اگر بخوان شما رو در مزیره بذارن میذارن. شرط نه، که تو میری. این طرز فکر رو این من اونا رو نمی‌دونم. من عزیز من مثلا تعجب میکنم از شما. یا آدمی اولا اونجوری توصیفش میکنید بعد حالا برای چی کار میکنید؟ بیاد میگه پسر 21 سالمه میاد با من زندگی میکنه، همه کارم براش میکنم، برای تو نه. و شما دستتون به جای من نیست. نه، من منظورم برای پسرش بود، نه برای من. نه، برای من. منم میگم عزیز من، نه مثلا منم شما کی به شما رو به دانشگاه شریف راه داده قربونه؟ این ذهن انحرافی شما کجاست؟ من بحثم این بود، حرفم این بود که شما انتظار نداشته باشید که هزینه های زندگی شما رو بعد از جدایی اگر بخواید از قوانین اینجا استفاده کنید ایشون بپردازن. پسر رو هم به شرطش رو میذاره یا با من یا جدا زندگی میکنی و من خرج تو رو و فقط تو رو میدم. به من میگید همچی آدمی نیست؟ بسیار خوب، بنابراین حتی اگر ایشون مخالفم باشن شما به هدفتون رسیدید، مشکل و مسئله هم نداشتید. ولی برای من بسیار عجیب و غریب عزیز، به همین جهت که چون زندگی عجیب و غریبی داشتید، انتظار عجیب و غریبی از هم داشتید، گزارش عجیب و غریبی میدید، بهترین کار اینه که با واقعیت روبرو بشید و اون وقتی است که ایشون رو که مانش نمیتونید بشید که بیان، خب میتونن بیان، وقتی آمدن اینجا تصمیم بگیرید که میخواید چه کنید درباره اینجا ماندن، رفتن، جدایی، طلاق، جدا بودن، به همین گونه ادامه دادن، هرچی که هر دوتون بهش توافق میکنید و رضایت میدید. بله آقای دکتر، شما اون قسمت عجیب و غریب بودن از طرف از جانب از نظر شما که واقعا هم درست میفرمایید، میخوام ببینم اون قسمتی رو شما منظورتونه که ما سالهای سال همین با هم زندگی کردیم همه چیز. این چه زندگی است عزیز من؟ این چه زندگی است غیر از که من بخوام اینجوری تصور کنم که ایشون به شما گفته برو خرج تو رو در شهرتون خلاص شده، پول براش مهم نبوده، ولی زندگی زناشویی نبوده؟ بله، از حرفای شما میفهمم ظرف 9 سال گذشته با هم رابطه جنسی هم نداشت. نه خب بس این چه ازدواجی آخه؟ چه تعریفی است از خانواده، ازدواج، زندگی؟ مثلا نمیفهمم. بعدم شما حرفتون این است که اولا ایشون احتمالاً با کسی نبوده، اگرم بوده برای من مهم نیست، چون من 15 سال قبل تصمیم گرفتم که این موضوع رو در حقیقت برای خودم بی اهمیت کنم. همه حرفاتون عزیز دل، مگر 15 تا نکته اصلی زندگی شما هستم، هر 15 تا 13 تا شما مردمان دیگه انجام نمیدن. بنابراین الان هم خودتون ببینید، بذارید ایشون بیان اینجا، اگر میخواید نظر من بخواید، اگر میخواید هر تصمیم دیگری بگیرید که نمیدونم اصلا چی میتونید تصمیم بگیرید، هر کاری میخواید بکنید بکنید. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز. قربان شما، خیلی هم ممنون، مرسی، روزتون بخیر.